گیتا، موضع روسیه و به خصوص چین در این چند روز چه بوده؟ سوال خیلی خوبیه سیامک، و من با چین شروع میکنم. ببینید، چین در 6 دور گذشته خیلی هیچ ما نظری از اون نشنیدیم در شبکه‌های اجتماعی، چه علناً بیاد با خبرنگارا صحبت بکنه، سکوت کامل بودش از اون بابت. و اما خب در اون 6 دور فقط گهگاه میامد بیرون و تنها صحبتی که میکرد این بود که آمریکا باید تحریم‌ها رو اول لغو بکنه برای اینکه از برجام خارج شد. در مورد ایران هیچ صحبتی نمیکرد و سکوت اختیار میکرد. اما در پایان هفته پیش، بعد از اینکه گفتن که خب ایران پیشنهادهایی داده و ضرورت ایجاب میکنه که به سرپرست هیئت‌ها برگردن به کشورشون تا مشورت‌های بیشتری بکنن، نماینده چین در این مذاکرات آمد و گفتش که نه تنها در اون 5 روز هیچ چیزی حاصل نشد، بلکه حتی عقب‌گردی هم شد. و این حاکی از نارضایتی چین هستش که تا حالا به هیچ عنوان در این زمینه صحبت نمی‌کرد. و اما در مورد روسیه، روسیه باید بگم خیلی دیپلماتیک عمل میکنه. همیشه نظری که میده بی‌طرفانه است، چه میگه تحریم‌ها باید لغو بشن و چه اینکه ایران دوباره به اون محدودیت برجام برگرده. در هفته گذشته نماینده روسیه در این مذاکرات در نیویورک بود، اینجا نبود در وین، اما حالا که برگشته و دوباره هست، شروع کرده دوباره نظرهایی که در توییتر به خصوص میده، باز کماکان همون هست، بازگشت متقابل هر دو طرف به توافق و اینکه باید سریع هم انجام بشه. سیامک ممنون. گیتا، باز خواهیم گشت.